یک قصر رو هزار دریچه. دوستای عزیز سلام، اینک بازم وقت نشته برنامه یک قصر رو هزار دریچه رسیده. امروز باز مهمانای لالو ماما به قصر آمدن و لالو ماما هم دریچه رو برشان واز میکنن. خیلی بیاین که با هم برنامه رو بشنویم. سلیمان بیادر، امروز خفه مالم میشی، خیرت هست؟ خیرت هست؟ نه لالا، خیرت خونیست، ای را بگو که چی گپ شده؟ برو پشتم گپا نگر. راستی نوریا، لانا ماما خود در صحن قصر هیچ معلوم نمیشه. شاید جایی رفته باشه. او جوانا، چهار طرف سعی نکنین، ما داخل قصر هستم، بیرون هوا سرده، زود بیاین. ای صدای لالا ماما از کجا میایه؟ بالا سایکو از کلکین قصر صدا داره. لالو ماما دروازه قصر کی واز میکنه؟ بیاین بیاین، ما پیرداره گفتیم دروازه را براتون واز میکنه. سعی سن آمدیم لالو ماما. اوهو میمانای عزیز، خوش آمدین، بخیر آمدین. خوش باشی لالو ماما. بیاین اینجا نزدیک بخاری بشینین که خنکتان شده باشه. سعیس لالو ماما. او بچه تو چطور دور ششتی؟ بیا اینجا پالوی خارد بشه که گرم شوی. نه لالو ماما، همینجا سعیس. او بچه چی گپس؟ خفه مالوم میشی؟ لالو ماما، ما مر قدر که برش گفتم مگم نگفت که چی گپ است؟ برای تو نگفته، آله با لالو مامای خودت، من میگم خودگه، بگو که چی گپ است؟ گمش که لالو ماما، اتو خجالت شدم، بیخی شرمیدم. چرا خدا نکنه؟ چی گپ شده؟ لالو ماما، ده یک مجلس چیشته بودم، پدرم دگه کلانام بودن، یک رش سفید به پدرم گفت، اینه شکر از بچه خود مکتب است. از ما یک پرسان کرد جوابش نفهمیدم، اتو شرمیدم که توبه. خوخی تو به می خاطر خفه هستی ها؟ لالو ماما خفه بیستم که درسای مکتب خوب یادم میمانه، اگه می سوال ده کتابای مکتب ما هیچ نبود. شاید ده دیگه کتابا باشه، توی را بریم بگو که ده پالوی کتابای مکتب کتابای دیگه را مطالعه میکنی یا نی؟ نه دیگه کتابا را نمیخوانم لالو ماما، همین کتابای مکتب را میخوانم بس. اینه مشکل اصلی پیدا شد، خودت مطالعه آزاد نداری. مطالعه آزاد؟ او چه تو لالو ماما؟ شما صبر کنین، مامی موبایل ما از جیبم بکشم. باش تو که چی شد؟ چند تا دوستای تانم با ما تو یک مشکل روبرو شدن. باش تو اینه گپای اونا را میشنه. اسم حاجی محمد است، از ولسوالی قره‌باغ خره باغارق هستم. در خره ما بوده که یک همسایه ما بوده که راستش میخواست از اینجا کوچ میکرد میرفتن شاد، به خاطر از امی سه پارچه خود کارایش خود جور میکرد. ورقی از برای ما آورد که فقط نوشته کردن میتونی، که این نوشته که ما هیچ مکتب نرم. گفتم نه بیادر جان، من نوشته کردن میتونم، به خاطر که من پیش خود اونجا احساس ناراحتی کردم. تو 11 مکتب یک ورقی از نوشته کردن تا بسیار یک جای کرم است. هم بوده که من فهمیدم که مطالعه نکنی، تلاش نکنی، هیچ وقت همی خود انسان ترقی نمیکنه. نامو شمیلاز، باشنده ولایت کابل و متعلم در صنف ششم. من مطالعه آزاد نداشتم. وقتی هم صنفانم درباره یک موضوع معلومات اضافی میدادند، ما رام میششتم. نمیتونستم درباره او موضوع صحبت کنم، به خاطر که من درباره او موضوع هیچ معلومات نداشتم و بسیار میشرمیدم. نام معرفی ولاز، باشنده ولایت میدان روزگ هستم. ما امرای کتابای مکتب دیگه کتابا رو مطالعه نمی و این کار ما که هست بسیار مشکلات رو برای ما جور کرده. مثلا یک کسی از ما در یک موضوع پرسان میکنه و ما جوابش نمیتونم، من بسیار خود بد احساس میکنم و بعد از اون که از اونجا برم به دیگه جوی خودم شرمنده احساس میکنم، بخاطر که من چرا جواب ندادم، چرا بند موندم. این کار ما هست بسیار مشکلات رو برای جور کرده. ای کل مشکلات تاثیر مطالعه نکردنه. لالو ماما، خیلی به این مشکل کدام رای حل است یا نه؟ چرا نه؟ هر مشکل رای حل داره. او را نشنیدی که میگم که هر قدر بلند باشه بازم سر خود را داره.
تو خوب بگی لالو ماما، دمی برای یک دریچه را بر ما واز کو که ما هم بفهمم. چرا نه، لالو خو خدمتگار است، برندتان تیار است، ای شما و ایام دریچه. فهمین جه سیف کده بودم، حالا چطور کنم؟ که خود باشه، صبر که برم. کی بود؟ اجمل، دروازه رو باز کن، هستم یونس. اوه یونس، مانده نباشی. خیر ببینی، بخیالم خواه بودی. نه خواه از کجا شد، بیا داخل خانه. اجمل، بخیالم در کمپیوتر کار میکدی، از کار نکشمت. از سو فتره که داشت کار میکنم، مره بیخی جگر خون ساخته. چرا؟ چی گپ است؟ بعض اسنادای مهم، کتابای نوشته شده پدرم و موادای مهم پدرم و خودم کلش دمی کمپیوتر سیف کده بودم. حال از پیشم گم شده، تمام کمپیوتر پولیدم، پیدا نکدم. خیر است، پیدا خود شد. توی طرف گفت کمپیوتر تا؟ گمش که یونس، ما که پیدا نکدم، تو چی تو پیدا خود کدی؟ خیر است، یک دفعه میبینم. اینا تو باش دینی آبشن برم، این تو امی نیست. والا امی است، چی جود کدی یونس؟ برو خوب جود که پیدا شد. یونس، اما که درس کمپیوتر که ما در مکتب خواندیم و میفهمم، اما که تو هم یاد داری. خیمه واده چی تو پیدا کدی؟ تو خوب دیگه آبشن های کمپیوتر هم رفتی. اجمل، ما در پولی درس های مکتب هم مطالعه آزاد هم میکنم، یعنی که دیگه کتاب ها هم میخوانم. چند وقت پیش درباره کمپیوتر از یک دوستم کتاب امانت آوردم. اینه یاد گرفتم که یک فایل یا مواد گم شده را چطور پیدا کنم. از اون خاطر آل زیاد چیزا را درباره کمپیوتر میفهمم. خو خیلی گپ است. من میگم معلم صاحب هر وقت که درس کمپیوتر میته، تو وقت درباره و معلومات داری و در صنفم که معلم صاحب درس میته، تو دیگه معلومات اضافی هم میتی. آه، یک وقت اتا کتاب و مکتب و مام سعی نمیخواندم، نی دلم میشد. از وقت که مطالعه را شروع کردیم به بسیار شوق میخوانم. والا، بعد از این ما مطالعه میکنم بخیر. بعضی کتاب را ما فرد میتونم برای مطالعه. این خوب بسیار خوب خواهد شد. بعد از مطالعه کردن پس برای تسلیم میکنم. باز دیگهش میگیرم از این. آه، امروی ما کتاب های شیر، داستان، سپورت، ساینس، آشپزی و دیگه از یادم تا کتاب ها است. که در پولی کتاب های مکتب هم مطالعه میکنم. هم ساعتم تیر میشه و هم معلوماتم زیاد میشه. ما حالا فهمیدم که مطالعه چقدر فایده داره. بعد از این در پولی کتاب های مکتب مطالعه آزادم میکنم. من میگم بسیار کار خوب میکنی. آفرین. راستی یک چیز یادم آمد. چی یادت آمد؟ یک وقت در مجله خوانده بودم که مطالعه ورزش ذهن است، یعنی مغز فعال می سازه، خستگی و خفگی را از بین می بره و دیگه ای که مطالعه یک تفریح سالم است. و از اما مهمی که با کسی که کتابای مکتب خسته کن باشه، اگه مطالعه آزاد کنه باز به شوق کتابای مکتب می خوانه. من میگم آفرین، بالکل همطور است. حال خوی که معلومات بردویتان دادم، در جایزه برم یک دریچه را باز کو. چرا نه، این خواهشتان پورا میشه. اینه ای شما و ایام دریچه. ای آفتاب دانش، ای رهگشا معلم، ای رهگشا معلم، ای مظهر سعادت، ای با صفا معلم، ای با صفا معلم، علم از پاس دارد، خلقی نیکو شارد، خلقی نیکو شارد، رخشند گوهری تو، از گنج برتری تو، از گنج برتری تو، ای چشمه محبت، کانی حیا معلم، کانی حیا معلم، در کشت زار عرفان، دهقان سر نوشتی، ای رهنما و رهبر، ای با خدا معلم، ای با خدا معلم، ای آفتاب دانش، ای رهگشا معلم، ای رهگشا معلم، ای مظهر سعادت، ای با صفا معلم، ای با صفا معلم. چی خوب ترانه ای بود، مرا خو زیاد خوشم آمد. لالو ماما، ای دریچه مرام زیاد خوشم آمد.
خوب شد که خوشتان آمد. لالو ماما خیر ببینی، امروز از دریچه زیاد چیزها را یاد گرفتیم. بلکل، ما ای را فهمیدم که در پولی کتابای مکتب مطالعه آزاد بر ما چقدر فایده داره. ما که ای چیزها را یاد گرفتم بعدگه دوستای ما میگم. لالو ماما، امروز از کتابخانه قصر برم چند تا کتاب بر مطالعه میتی؟ دفعه دیگه که باز میامدم برد پس میتم. چرا نه، بر دو دیده خیلی بریم که بریم. پیشو لالو ماما. دوستای عزیز، برنامه قصر هزار دریچه را که شنیدین ناجنجا در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کرده بود. شما میتونین این برنامه و سایر برنامه های تعلیمی ما را روی صفحه اینترنتی تجلا.اف هم بخونین و هم بشنوین. دهان ما!